یاد بعضی نفرات روشن بود تار را به دستش می گرفت و همایون کوک می کرد و برای پسرش می نواخت. پدر هم مفتون موسیقی بود تا همین اندازه. او اصفهان را دوست داشت. پسر کوچکش را می نشاند روی پایش و مدام می گشت دنبال قطعی در اصفهان. نطفه همایون خرم با موسیقی بسته شده بود از همان ابتدا. این نواها ماند در گوش پسر و شد آن نوازنده ماهر و آن نغمه ساز جاودان. و تو ای پری کجایی و چندین ترانه دیگر را در همایون و اصفهان ساخت و تقدیمشان کرد. همایون یک ساله بود که آمدن تهران. 7 ساله که شد یک نیلبک داشت و با آن برای خودش زمزمه می کرد. 10 ساله که بود چوبی تهیه کرد و سیمی به آن بست و با همان می نواخت. اولین بار که مادر آن تار را در دستش دید خندهش گرفت. چنان به این تکه چوب دل بسته بود که هیچ وقت از خودش دورش نمی کرد. حتی در خواب با هم رفتند راسته ساز فروش ها. همایون ویولون دید و از آن خوشش آمد و مادرش برایش خرید به قیمت 12 تومان. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم ای ناخدای عالم. شنوندگان عزیز، 11:30 صبح و بدانید که من از نظر واقعا آمادگی اونجور که دلم میخواد نیست. حالا به هر حال تمام ساز من به حساب این 4-5 دقیقه که میزنم ندارید. اختیار دارم. انشالله که اینطور خواهد شد. مادر میفرستدش پیش سبا. سال 21 شمسی بود. همایون جسه کوچکی داشت و دست‌های کوچکتر. پیش سبا که بودند نگران بود. شنیده بود که دست‌هایش به درد نواختن ویولون نمی‌خورد. سبا به سیاق همه شاگردان می‌گوید دست‌هایت را ببینم. به دست‌ها نگاه می‌کند و سپس به آن چشم‌های نگران و پر از عشق می‌گوید خوب است. شروع کن بابا جان. همایون بعدها می فهمد که از همان اول باید دستها به سیم برسد و سبا نگذاشته تا او متوجه شود. چه خوب کرد ابوالحسن خان. اگر او آن روز با ناامیدی از آن در بیرون می رفت، موسیقی ایران خیلی چیزها را از دست می داد. شمع و پروان من مست میخان من رسوای زمان منم دیوان منم. 14 ساله که شد استاد فرستادش به رادیو. ابراهیم خان منصوری آن زمان سرپرستی موسیقی رادیو را به عهده داشت. نوازندگیش را که شنید مبهوت نگاهش کرد. چند دقیقه تمام
ابراهیم خان مشعوف از این کشف بزرگ ساعت 9:45 دقیقه شب صدای ضبط شده سازش را از رادیو پخش کرد و عنوانش را گذاشت نوازنده 14 ساله. از همان وقت ستاره شد همایون خرم تا همین حالا. تو ای پری کجایی را در دستگاه همایون ساخت به عشق مادر. وقتی داشتند آن را اجرا می کردند گفت همین ترانه نام و یاد مرا میان ایرانیان جاودانه خواهد کرد و جاودانه شد. سایه آن وقت که مسئول رادیو بود زنگ میزند به همایون خرم و دعوتش میکند به خانه‌اش، همان خانه ارغوان. کارهایش را میگذارد توی گرامافون و لب به تحسین میگشاید و میگوید دوست دارم روی آهنگی از شما شعری بنویسم. خرم به ایوان میرود. اواخر تابستان است و هوا سخت دلنشین. چشمش به باغچه سایه می افتد و انگار باران نوت بر سرش می بارد. همانجا می نشیند و ملودی را می نویسد از اول تا آخر، حتی جوابهای ارکستر را. ملودی را برای سایه می نوازد و او می نویسد شبی که